بسم الله و الحمد و سلام و, و علی رسول الله و علی آله و صحبه و من و الله بیننده السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات او با برنامه پالایش در خدمت شما بیننده هستم و موضوع ما خشوع در نماز هست نماز که در واقع از بگیم بعد از سوهید الله بزرگترین عبادتی که ما به اون امر شدیم و در کتاب الله در سنت نبوی در واقع به ما تاکید شده اما طور که گفتیم اذان بیننده تنها عبادتیه که الله متعال پیامبرش رو میبره در آسمان و در اونجا مشروعیت پیدا میکنه یعنی فرض میشه اما عبادت دیگه در واقع فرشته و جبرئیل امین وحی میاره برای مشروعیت اونها و این اهمیت و جایگاه نماز و ایزان بیننده میرسونه و برای اینه که اگه ما نمازمون درست شد دیگه در واقع بقیه اعمال ما بقیه عبادت های ما زندگی ما اصلا رو راه میشه اگر نماز اولویت اولو در زندگی ما داشت و اونطور که حقشه حقش رو ادا کردیم و در حقیقت اونطوری که الله متعال در کتابش ازانو بیننده به ما تاکید فرموده و نه در یعنی به ما نفرموده که شما نماز بخونید بلکه آنچه در کتاب الله ما به اون ایزان بیننده تاکید شدیم اقامه نماز، به جا آوردن نماز با مجرد تنها نماز خوندن متفاوته برای اینکه که الله مطال در آیات متعدد میفرماید و اقیم السلات الذین یقیمون السلات و اقیم السلات یا ابراهیم از زبان نبی نو ابراهیم علیه السلام رب جعلنی مقیم الصلاة منو مقیم الصلاة بگردان یعنی برپادارنده نماز و در واقع برپاداشتن نماز یا اقامه نماز به معنای به جا آوردن حق نماز و با خشوع خواندن نماز همونطور که در سوره مومنون الله تعالی می‌فرماید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اون مؤمنانی رستگارند که از بارسترین و مهمترین و بالاترین صفات و ویژگی های اونها اینه که در نمازشون خوشو دارند یعنی اگه این, این درست شد اینجا بقیه اعمالی که الله متعال در دنباله آیه بقیه صفات رو میفرماید درست میشه این پایه و اساسه برای اینه که در احادیث نبوی اومده نماز ستون دینه اولین سوالی که در روز قیامت از ما میشه در مورد نماز اولین عمل یا عبادتی که از ما در مورد اون سوال میشه نمازه که اگه پذیرفته شد به بقیه پرونده ما رسیدگی میشه اما اگه الیاس و بالله ما در کارنامه اعمالمون در نماز در واقع مردود شدیم دیگه بخیه پرونده ما رسیدگی نخواهد شد و این اهمیت این عبادت رو میرسونه ایزانی بیننده اما خشوع در نماز در حقیقت ایزانی بیننده یعنی بگیم که چه چی چیزهایی کمک میکنه به خشوع ما در نماز که ما به حول قوی الهی به اون عوامل خشوع در نماز یا اون چیزهایی که باعث میشه ما نمازمان با روح باشه نمازی بشه که مورد قبول درگاه الهی قرار میگیره نمازی باشه که اونطور که الله متعال میفرماد ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر نمازی که شما را از زشتی ها و منکرات باز میداره نمازی که در واقع به عبادت ما روح میده به زندگی ما روح میده امورات ما رو همه رو براه میکنه حتی در مورد روزی حتی در مورد رس روزی و امر اهلک به صلات و استبر علیه لا نسألو رزقا نحن نرزق در قرآن کریم یکی بی از انبیاش میفرماد ایزان بیننده که خانواده تو امر بکن به نماز و اینکه نگران روزی نباش روزی رو ما میدیم یا در مورد هدف آفرین شما الله متعال چی میفرماد و ما خلقت الجن و الا لیعبدون ما ارید من هم رزق و ما ارید ان یتحمه ان الله هو الرزاق ذو القوه شما نگران رزق و روزی نباشید اگر ما در عبادت و عبودیت الله متعال در واقع اونطور که حقشه اونو به جا بیاریم الله متعال دروازه های رزق و روزی رو باز میکنه دروازه های خیر و برکت رو باز میکنه و از مهمترین عوامل برای خشوع در نماز ایزان بیننده در حقیقت آماده شدن قبل از نماز اینه که ما قبل از این که وارد نماز بشیم خودمون رو آماده بکنیم برای نماز و این بسیار مهمه و اینکه ما قبل از نماز چه حالتی داریم چه وضعیتی داریم هم به لحاظ حسی و بدنی و هم به لحاظ معنوی و روحی روانی هر دوتا مهمه و در حقیقت جذب تمام عواملی که به خشوع ما در نماز کمک میکنه یعنی همه ای اسبابی که به خشوع ما در نماز کمک میکنه ما از اونها استفاده بکنیم ما اونها رو به کار بگیریم ما خودمون رو متسلح بکنیم به اونها مجهز بکنیم به و تمام عوامل و اسبابی که ما رو خدشه وارد میکنه در نماز خدشه وارد میکنه در خشوع ما و حضور قلب ما در نماز ما اونا رو از خودمون دور بکنیم این در حقیقت ما رو به آمادگی قبل از نماز میرسونه و مظاهر آمادگی قبل از نماز ایزان بیننده هم بسیار زیاده یعنی موارد متعددی رو شامل میشه و این آمادگی حالا به فرض مثال در خیلی چیزهای زن ما حتی یعنی ولله المثل الاعلا قابل مقایسه نیست یعنی در اینها برای تقریب قضیه به ذهن هست ما چطور زمانی که حالا می خواهیم به ملاقات یک شخصیت دنیوی بریم حالا مقام و منصبی داره یا یک شخصیت حکومتی هست یا یک شخصیتی است که وجهی تو جامعه داره یا یک شخصیت فرهیخته هست یک عالم ربانی هست یک انسان محترم و در حقیقت دارای وجهه هست انسان چطور خودش آماده میکنه هم در حقیقت این آمادگی آمادگی ظاهری رو شامل میشه یعنی انسان لباس شیک میبوشه از خوشبویی استفاده میکنه در حقیقت به خودش میرسه مبادا من با ظاهری نا... یعنی نامناسب در جلوی این ظاهر بشن یا در حقیقت حالا هم بوی بد استشمام بکنه به مشامش برسه ازش که باعث بشه ازم, ازم بدش بیاد مثلا یا حتی از نظر در حقیقت حسی و روحی روانی به حالتی جلو اون بشینه که اون در حقیقت این احساس بکنه که من دارم بهش اهمیت میدم یا اون مقام و حالا جایگاهی که داره من من دارم ارج میگذارم یا ارج مینهم به قول معروف به اون مقام و منزلتی که داره دارم احترام میذارم بهش اینکه شش دنگ هوا هم جمع چیزایی که میگه گوش بدم چیزی نگم که باعث ناراحتی اون بشه حرکتی انجام ندم که از من برنجه خب همه اینها در حقیقت آما... آمادگی هایی است که انسان قبل از اون که حتی به ملاقات یک مخلوق میخواد بره کس میکنه یا خیلی امور دیگه تو زندگی حالا خیلی کشورها هستن که در بعضی کشورها مثلا کسی که میخواد ازدواج بکنه قبل از اون یه دوره آموزشی براش میذارن دوره آموزشی براش میذارن برای اینکه مسائل زناشویی رو بهش شر بدن که ازدواج یعنی چی تو داری یک در واقع روند جدید رو شروع میکنی تو زندگی دیگه خود تنها نیستی یه شریک زندگی میاد تو زندگی خب برای اینکه ازدواج موفقی داشته باشی برای اینکه این زندگی زناشویی دوام داشته باشه چه مهارت لازمه چه چیزهایی لازمه چه چیزهایی رو باید رایت بکنی همه اینها آموزش داد یعنی آمادگیه کسب آمادگی برای اینکه وقتی که وارد زندگی زناشویی میشه دیگه در, واقع جا نخوره و یک زندگی متفاوته خب خیلی از جوانای ما در حقیقت چون حالا رسانه ها فیلم ها زندگی های رومانتیکی آنچنانی رو بر در واقع به ما به تصویر میکشند فیلم های آنچنانی که آقا زندگی زناشویی یعنی همش گل و بلبله همش باید گل بگی همش باید گل بشنوی همش باید رمانتیک باشه در حالی که زمانی که وارد واقعیت زندگی میشه میبینی که نه زندگی فراز و نشیب داره زندگی مشکلات داره زندگی موانع داره یه جاهایی در واقع اخلاقیات متفاوته باید هم دیگر رو تحمل بکنیم باید چشپوشی بکنیم باید از اشتباهات هم بگز... در بگذاریم هم دیگر رو ببخشیم سعی صدر در مقابل هم داشته باشیم مشکلات هست کمبود ها میان سختی ها میان خب اینها جزء زندگی هستند اما اونی که فقط با زندگی رمانتیک و حالا با اون چیزایی که فیلم ها براش به تصویر میکشن زمانی که اونها رو میبینه وارد واقعیت زندگی میشه میبینه که یا چیزایی که تو شبکه اجتماعی میبینه حالا اون هنر پیشه خب چه ما که زندگی واقعیشو نمیدونیم اون فقط میاد همون یک تو فیلم زی زندگی رومانتیک رو برای ما به نمایش میذاره یا اونایی که تو شبکه اجتماعی حالا مشهورن میان پنج دقیقه یا ده دقیقه یا رو نیم ساعت از زندگی خودش رو به تصویر میکشه همش بگو با خنده و همش خوشحالی و همش دارن گل میگن و گل میشنوند و الفاظ رمانتیک جملات رمانتیک رو در مورد همدیگه به کار میبرن میخندن و خوشحالند و ما فلان جا نشستیم و فلان کشور الان به سفر رفتیم فلان غذا رو داریم میخوریم خب این یک چیز کوتاهی که ما تو ویدیو از اونها میبینیم بقیه زندگیشون که ما نمیدونیم چه خبره اینا که دعواهاشون رو به ما نشون نمیدن اینا که مشکلاتشون رو به ما نشون نمیدن اینا که معضلات زندگیشون رو به ما ویدیو نمیگیرن از اون آیا خالی از معضلات زندگی اینها نیست خالی از مشکلات نیست منظور این بیننده که ما مثال دارم میزنم حتی برای زندگی حالا ش... شروع زندگی مثلا مشترک یک سری مهارت ها یاد داده میشه یا در صورتی که در دین ما سازمان بیننده در مورد زندگی زن و در مورد حق زن در مورد اینکه چطور باید با زن رفتار کنیم چه حقوقی زن داره برگردن مرد چه حقوقی مرد داره که زن باید حقوق مرد یعنی و... یک احترام متقابل یک به جا آوردن حق متقابل خب همه اینها رو باید انسان یاد بگیره بفهمه با علم بره موفقتر خواهد بود زندگیش ثبات بیشتر خیر و برکتی بیشتری خواهد داشت و همین گونه نماز و عبادت های زانبی همانطور که ما گفتیم در مورد خشوب علم ازش تعبیر شده اما طور که در روایت ها اومده اولین علمی که برداشته میشه علم خشوعه یعنی اینکه اگه ما میخواهیم نماز با خشوع داشته باشیم نماز ما روح داشته باشه باید با شناخت نماز بخونیم با شناخت و با علم عبادت الله رو بکنیم به عبودیت الله روی بیاریم دین ما رو بفهمیم احکام دین دینمون رو بفهمیم عبادت ها رو یاد بگیریم با علم با آگاهی با درک با فهم وگرنه نماز ما همون نماز عادی خواهد بود که میخونیم شیب اصلا انسان چند سالی که داره همون نماز رو روی یک بگیم حالا حالت روزمرگی میخونه و رو همون داره میره حالا چون تو خانواده مسلمان به دنیا اومده یا اجبارش کردن نماز بخونه یا روش نمیشه یا اینکه حالا واجبی هست باید از گردن خودم ساقت بکنم اما نماز نمازی که دارای روح باشه زن بیننده و تحول ایجاد بکنه در عبادات ما در زندگی ما اون نمازیه که الله متعال ما رو به خوندن اون امر فرموده و صفات این نماز رو برای ما بیان کرده و اون نمازی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما امر فرموده در زندگی سلف اونو میبینیم پس آمادگی برای نماز ایزان بیننده در حقیقت بگیم استارت خشوع در نمازه قدم اول یا استارت خشوع در نماز اینه که ما خودمون رو برای نماز آماده بکنیم که این آمادگی هم آمادگی ظاهری و جسمی رو شامل میشه و هم آمادگی روحی روانی و در حقیقت ذهنی رو شامل میشه این که ما با حضور قلب به پیشگاه الله بریم برای اینه که در تعریف در حقیقت علمای ما بیننده در مورد نماز چی میفرمایند ابن قیم رحمه الله در زاد المعاد میفرماید که اتصال القلب و روح بالله نماز یعنی متصل شدن قلب و روح ما به الله ارتباط قلب و روح ما به الله و قربه و تنعم به ذکری و قرب به الله نزدیک شدن به الله و تنعم لذت بردن از یاد الله کیف کردن با ذکر و یاد الله لذت بردن و به آرامش رسیدن با ذکر و یاد الهی که با نماز این با نماز انجام میشه والابتهاج ابتهاج و به مناجاته و اینکه انسان با مناجات الله متعال در حقیقت به سعادتمندی میرسه به خوشحالی میرسه خوشحال میشه و الوقوف بین یدیه در پیشگاه الله و و استعمال جمیع البدن و قواه و آلات فی عبودیت و اینکه تمام اعضای بدنش و قوای جسمی خودش رو و تمام اعضا و جواره خودش رو در خدمت عبودیت الله متعال در آوردن در نماز یعنی نماز تمام اعضا و جواره ما رایزان بیننده به کار میگیره به خدمت خودش در میاره. چشم ما به سجدگاه نگاه میکنه تو نماز دیگه ما نمیتونیم این ور اون ور رو نگاه بکنیم سرمون رو بالا بکنیم یا این چیزی داره راه میره جلب توجه میکنه ما بهش نگاه بکنیم یک مکان برای اینکه ما با هوش و حواس جمع در پیش الله و اسلام حواسمون گوش ما آیات کلام الله رو میشنه در نماز که کلام الله داریم با گوشمون میشنویم و حق نماز اینه که ما شش دنگ حواس و گوشمون رو جمع بکنیم و تدبر رو بکنیم در آیات کلام الله در آیات کتاب الهی که در نماز خونده میشه قلب ما عظمت الله بزرگی الله و در واقع جلال و جبروت الهی در اون هست قیامت رو یاد میکنه ترس الله خشیت الله در اون هست خاشع فروتن در برابر الله احساس عجز و ناتوانی و نیاز در برابر الله میکنه عز و جواره و آرامش و استادی تو معنینه و آرامش داره چرا که در پیشگاه الله و استاده از آمادگی در حقیقت ذهنی و روحی روانی یکی از انواع آمادگی هاست که بسیار مهم می ننده قبل از نماز قبل از اینکه ما وارد نماز بشیم و اینکه انسان دنیا و مافی ها و مشغولیت های دنیا و دل مشغولیت های دنیا و کار و کسب و همه چیز و دیگه بذاره کنار و چقدر زیباست که در حدیث ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها را ازان بیننده زمانی که از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها سوال شد در مورد رسول الله صلی الله علیه و سئلت عایشه ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها ما کان النبی صلی الله علیه و سلم یصنع فی بیته از عایشه رضی الله تعالی عنها سوال شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم تو خونه چیکار میکرد ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها پاسخ داد که کان یکونو فی مهنت اهل رسول الله صلی الله علیه و سلم در خدمت خانوادهش بود تو خونه در خدمت خانواده خیرکم خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهله بهترین شما اونی که برای خانوادهش بهترین باشه رسول الله صلی الله علیه و و من بهترین شما برای خانواده‌ام هستم کان یکون فی مهنت اهل در خدمت خانوادش فاذا حضرت الصلاه خرج الى اما زمانی که نماز وقت نماز فرا میرسی دیگه رسول الله کسی رو نمیشناخت در روایت های دیگه در عادیسی دیگه داره انگار رسول الله کسی رو نمیشناخت به سوی نماز میشه دارفت. و این از در واقع عظمت و جلال مکانت یکی این داره داره ازان بیننده و اینکه مؤمن گوشش به ازانه یا حواسش هست به وقت نماز کی وقت نماز میشه دلش معلق به مسجده همونطوری در حدیث نبوی داری دلش معلق به مسجده و یکی از کسانی که در روز قیامت در زیر سایه عرش الهی قرار میگیره رجل قلبه معلق بالمساجد مردی فردیه که دلش شخصیه که دلش معلق به مسجد منتظر وقت نمازه منتظر اذانه کی اذان بشه کی وقت نماز بشه برم به مسجد برم به بیت الله در پیشگاه الله هستن اصلا لذت خود شیرینی زندگی خودشو در این بهترین یعنی بگیم وقت و زمان زندگی خودش رو اون موقعی میدونه که میره به نماز میسته در که حتی وقت نماز که میرسه خوشی و لذت خاصی بهش دست میده خوشحالی خاصی بهش دست میده پس آمادگی نماز ایزان بیننده که در حقیقت این آمادگی از از همون ما گفتیم یک جنبه حس بیننده آمادگی قلبی و ذهنی و روحی روانیه این که ما عظمت این عبادت در ذهنمون باشه مکانتی که نماز داره و اینکه در پیشگاه کی میخواییم بایستیم؟ با کی میخواییم مناجات بکنیم در حضور چه کسی میخواییم حاضر بشیم اینها همه آمادگی ذهنی روحی و روانی و اینکه انسان تمام وسوسه ها و شهوات دنیا و هر اون که متعلق به دنیاست از خودش دور بکنه چرا که گفتیم برای رسیدن به خشوع تمام اون چیزهایی که به خشوع ما در نماز کمک میکنه اونا رو جذب باید جذب کنیم از اونا باید استفاده بکنیم و همه اون چیزهایی که مانع از خشوع در نماز ما میشه باید اونها رو از خودمون دور بکنیم وضو گرفتن ما در احادیث نبوی داریم از آن بیننده فضیلت وضو و اینکه در حقیقت انسانی که وضو میگیره در خونه و آماده میشه برای رفتن به نماز در مورد این آیه سوره نور ایزان بیننده که الله هم اطال می رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیان ان ذکر الله و اقام الصلاه و ایتا از زکات رجال مردان واقعی چیان اونایی که تجارت و خرید و فروش اونها رو از ذکر و یاد الهی و نماز و دادن ز... پرداختن زکات غافلشون نمی کن. مرد اینه انگار الله متعال میخواد اینو به ما بگه بیننده مردان واقعی اونان که در حقیقت خودشونو تو جریان دنیا و مال دنیا و متاع دنیا و تجارت و مشغولیت دنیا نمی بازند اگه به مال و منال دنیا رسیدن به موقعیت دنیوی رسیدن دیگه دهنشون آب نمیاد له لح برا دنیا نمیزنند یعنی اینکه دین خودشون رو فدای دنیاشون نمیکنند. کنند اینا, مردا، اینا, مرد واقعی هم. رجال اگه میخوای مرد واقعی رو بشناسید اینه اینه که هدف رو میدونه پروردگارش رو میشناسه میدونه برای چی اومده به این دنیا نمک نشناس نیست کسی که از الله از بیننده روی برمیتابه شرک به الله میورزه کفر به الله میورزه یا به هر بهونه ای میخواد خودشو به قول خودش خودشو فریب میده که از قید و بندها خودشو آزاد بکنه یا به الهاد روی میاره یا به حالا هر بهونه دیگه خودشو گول میزنه در حقیقت این نمک ناشناسیه این نمک نشناسیه الله تو رو آفریده خلقتت کرده نبودی تو رو اوورده حالا علی الانسان حین و من الدهری لم یکن شیء مذکورا روزی بودی که اصلا وجودی از تو نداشتی یادی از تو نبوده کسی نمیدونسته که آقای فلانی اصلا وجودی داره الله تو رو خلقت کرده الله تو رو به این دنیا آورده الله که رب توست از زمانی که متولد شد اصلا از زمانی که تو شکم مادر هستیم ما کی به ما رسیدگی میکنه ازان بیننده الله در تمام مراحل خلقت ما و زمانی که انسان متولد میشه کیه که مهر فرزند و تو دل مادر گذاشته الله که باعث میشه با تیب خاطر مادر از فرزند نگهداری بکنه بهش رسیدگی بکنه کیه که مهر و محبت ما رو تو دل پدر انداخته مهر محبت فرزندانو الله متعال هست همه جوری اصلا هوای ما رو داره الله و همه امکانات مسخر ما کرده و خلق لکم ما فی الارض جمعی و ما بکن به نعمت فمن الله هرون چه در زمین هست در مسخر شماست هر هر نعمتی که دارید الله به شما داده انواع نعمت ها و این تعد نعمت الله لا تحصو خب بشماریم نمیتونیم بشماریم چقدر نعمت انواع نعمت ها ما رو غرق کرده علم. الله الله مطالب در ها بعد انسان بیاد غیر الله بپرسته خب نمک نشناسیه دیگه بعد بیاد علی بالله تکبر بکنه در برابر دین الهی در برابر کتاب الهی در برابر پیامبر الهی در برابر حق و حقیقت خب این نمک نشناسیه خلقت کرده تو رو به تو میرسه نعمت به تو میده از انواع نعمت تو رو برخوردار کرده چشم دو تا چشم به تو به ما داده چقدر نعمت بزرگیه ما آیا حاضریم یک چشممون رو با تمام دنیا عوض کنیم حاضر نیستیم انسان بیننده اگه فقط یک چشم ما ما میلیاردها هم داشته باشیم یک چشم ما آسیب ببینه به ما بگن کل میلیارد تو بده در مقابل ما چشم تو حاضری یا بهت بگن ما در میلیاردها بهت میدیم تو چشم تو بده هیچکی حاضر نیست فقط همین نعمت چشم نعمت شنیدن نعمت حرف زدن نعمت راه رفتن نعمت فکر کردن و انواع نعمت هایی که الله متعال خوردنی ها شمیدنی ها نعمت هایی که برای آسایش ما قرار داده شده ان نعمت الله لا در مورد این آیه که رجال لا تلهیه هم تجارت ولا به ذکر الله و اقام الصلاه و ایتا الزکات. ابن بطار رایم الله در تفسیر این آیه میفرماید که صحابه رسول الله کان و حدادین و خرازین اگه سلف امت ما با... یعنی به کارهای دنیوی اگه یکی آهنگر بود با آهنگریش مشغول بود یکی کفاش بود کفاشی رو میکرد فکان احدهم اذا رفع المطرق او غرض الاشفی فسمع الاذان لم یخرج الاشفی من الغرض اگه یکیشون چکوش رو بر میداشت از میشنید میذاش رو زمین دیگه ضربه رو نمیزند اگه سوز، اونی که کفش دوز بود سوزن تو حالا داخل کفش فرو می برد برای اینکه بدوزه تا از آنو دیگه کارش رو تکمیل نمی کرد <applause> یعنی شعائر الهی اینجوری براشون قیمت داشت ازان نماز و از ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایتی که فرمود اگه تو بازار می بودن حیث نودی للصلاه المکتوبه ترکو ب... بیعاتهم و نحدو الى خرید و فروش رو ها میکردن به سوی نماز میشه تافتن منادی الهی داره فریاد می الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله الله از همه این چیزا بزرگتره. از تجارت تو از دکان تو از بازی و سرگرمی که داری میکنی از کار مهمی که به قول خودت مهمه هر کاری داری الله بزرگتر منادی الله داره فریاد میزه راها بکن پس این اهمیت دادن ایزان بیننده خودش از آمادگی برای عبادته از آمادگی برای نمازه که از نظر ذهنی انسان گوش به ازان باشه تو ذهنش باشه که وقت نماز میشه تو هر مشغولیتی که باشه و این در حقیقت به خشوع ما در نماز کمک خواهد کرد نه کسی که با حالا ما به این میرسیم ازانو بیننده می یکی از مواردی که در حقیقت پس وضو گرفتن از آمادگی های بگیم در حقیقت که هم روحی روانی هست خودش و هم جسمی هست اینه که ما وضوع میگیریم در خونه انسان اونی که به نماز جماعت و مسجد میره حفظلتن اینه این که در خونه وضوع بگیره چرا که در حدیث نبوی داریم کسی که در خونه وضوع میگیره با در واقع بار اختن قطرات آب از اعضای وضوعش الله متعال گناهانشو میریزه و در حدیث دیگه داریم که وضوع خودش پاک کننده گناهان ایزان بیننده من این حدیث رو براتون بیارم که چگونه وضو در حقیقت باعث پاکی گناهان خواهد شد و در حدیث نبوی داریم از بیننده که کسی که وضو میگیره در حقیقت یکی از و به مسجد میره حالا من متن حدیث رو فعلا پیدا نکردم اما مفهوم حدیث و معنای حدیث این ایزان بینند اونی که وضو میگیره از هر قطره ای از قطرات وضو که از بدنش میاره گناهانش میریزه چرا ما بعد از این که وضو میگیریم دوباره این دعا را داریم یعنی زمانی که انسان وضو میگیره یعنی همون آمادگی ذهنی از بیننده در هنگام وضو گرفتن باید باشه از بسم اللهی که انسان میگه باید هوش و حواسش به نماز باشه و این فضیلت وضو که من با هر عضوی که میشورم گناهان من میریزن و پاک میشن تو ذهنش باشه چرا دوباره بعد از وضو ما میگیم که سنتی که بگیم اشهد ان لا اله الا الله وحده و لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهر اول شهادت این توحید که در حقیقت نظاف این تهارت چون وضو تهارت دیگه پاکیه هم پاکی حسی و جسمی هست و هم پاکی معنویه <تصفق> که ما رو از گناهان پاک میکنه اونطور که در حدیث اومده و اینکه اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین این که ما با در واقع با قلبی سرشار از توحید به پیشگاه الهی آماده میشیم که بریم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين توبه و تهارت دوباره در این دعایی که بعد از وضو ما میگیم از آن بیننده در کنار هم اومده اللهم اجعلنی من التوابین و من المتطهرين منو از کسانی که تواب بر وزن فعال یعنی کسی که بسیار و به کسرت توبه میکنه اهل توبه هست و استمرار داره در توبهش چرا الله مطال فرموده توابی نیزان بیننده؟ برای اینکه انسان اگه توبه کرد و توبه رو شکسته که شرمنده نباشه یا شیطان نیاد سراغش که اونو به سمت ناامیدی ببره حالا تو گناه کردی توبه کردی دوباره گناه کردی داری علی اینو تو داری خداوند رو مسخره میکنی داری خودتو مسخره میکنی آیا خدا توبه تو رو قبول میکنه که تو هی تو گناه میکنی دوباره توبه میکنی گناه میکنی دوباره توبه میکنی توابین بسیار توبه کننده است هرگاه نه اینکه به سمت گناه میره نه اینکه سهل انگارن در ارتکاب گناه ها نه بیننده منظور این نیست منظور این که بنی آدم در معرض اشتباه است بنی آدم در معرض گناه است ما فرشته نیستیم اما با هر لغزش سریع توبه میکنن هر گامی لغزند به سرعت توبه میکنن و بسیار اهل توبه هستند. همیشه توبه و استغفار توبه میکنن استغفار میکنن اللهم جلنی من التوابین و جلنی من المتطهرين. توبه عمل قلبیه اما متطهرین اهل پاکی هند. که این پاکی هم متطهرینی که کم کمده ازان بیننده یا در سوره بقره ما داریم آیه 222 که الله مطال میفرماید فرماید ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین الله دوست داره اونایی که بسیار توبه میکنن و اونهایی که اهل تهارتند اهل پاکی هم و خودشون رو همیشه پاک نگه میدارن و به سمت اینکه خودشون رو پاک نگه دارند حرکت میکنن خودشون رو تا جایی که میتونن از آلودگی ها دور کنند هم آلودگی های ظاهری نجاست ها و ناپاکی های ظاهری و جسمی که در حقیقت برای انجام عبادت ها با اونها را انجام بدن از قبیل وزو و غسل و اینها و هم در واقع ناپاکی ها و آلودگی های داخلی و درونی و باطنی مثل شرک، مثل کفر، مثل حق، حسد، تمام گناهان قلبی تمام اون چیزهایی که قلب ما را خدش میکنه پس زمانی که ما به وضو میستیم ازن می. وضو میگیریم همونطور که اعضا و جواره رو داریم میشوریم باید قلب, قلب رو بشوریم قلب منو از عظمت و بزرگی الله و یاد آخرت و محبت الهی و خوف الله و خشیت الله و اخلاص در عبادت و رضایت الهی و تمام معانی قلبی ایمانی قلب ما رو پر بکنیم و از تمام رضایل و گناهان قلبی و درونی و اونچه قلب ما رو آلوده میکنه باید قلب, قلب به خودمون رو خالی بکنیم زمانی که وضو میگیریم یا زمانی که میخواهیم برای نماز بریم آماده میشیم برای نماز خب انسانی که با حقدا دا حسد و کینه به نسبت دیگران و یا اینکه به نعمت که الله متعال به دیگران داره داده حسد میورزه یا حق و کینه برادر مسلمان یا خواهر مسلمان تو دلش داره بدخواه دیگران هست خب این یا علی بالله نظر عقیدتی شرک تو دلش هست ذهن و فکر و قلبش پر از خرافات و شرک و انحرافات عقیدتی هست خب این تو نمازش هم تاثیر میذاره تاثیر منفی رو نمازش داره تاثیر منفی رو عبادتاش داره پس با قلبی شسته شده همونطور که انسان ظاهرش رو میشوره ازان بیننده به سمت نماز هم باید با قلبی شسته شده و پاک بره که دیگه تمام هوش و حواس ما تو نماز به نماز باشه و اینکه حق نماز رو به جا بیاریم اینکه نماز ما رویدار باشه و اینکه مشغولیت های از ایزان میرنده همونطور که گفتیم یکی از چیزهایی که باید از قلبمان پاک بکنیم اینه که در حقیقت دنیا رو از قلبمون بیرون بکنیم اونجا چرا که شیطان همونطور که گفتیم ایزان میرنده تو نماز با تمام قواب سراغ ما میاد با نیروهای ویژه خودش با اسلحه های پیشرفته ترین اسلحه های خودش و ابزار جنگیش و نقشه هاش و کیدهاش و ف... در واقع فریبه هاش ایزان بیننده و استراتیجی هاش به سراغ ما میاد برای اینکه نماز ما رو خراب بکنه چون میدونه اگه نماز ما اصلاح شد بقیه عبادت های ما اصلاح خواهد شد در آیه دیگه پس این در حقیقت وضو گرفتن انسان بیننده جزو آمادگی های برای نمازه از زمانی که انسان وضو میگیره و بهتره که انسان در خونه وضو بگیره با آرامش با آرامش انسان و اینه که برای در حقیقت از فضایل انتظار نماز کشیدن ایزان بینده و اینکه انسان آمادگی ذهنی و فکری و جسمی پیدا بکنه برای نماز اینه که دیگه شما مجبور نیستی با عجله به طرف نماز بری یا گوش به این باشه انسان که که اقامه میگه در جا برم خودم رو برسونم خیلی متفاوته انسانی که ذهنن داره انتظار نمازو میکشه با آرامش تو خونه وضو میگیره و زمانی که مؤذن داره ازان میده اصلا الفاظ ازان رو با مؤذن تکرار میکنه در حدیث نبوی داریم دیگه ازانو بیدند از سنت ها و چیزهایی که اجر داره برای ما اینی که ما همراه معزن زمانی که الفاظ رو میگه تکرار بکنیم اینم خود جزو آمادگی برای نمازه اصلا اندیشیدن تو اسرا تو معانی از که ما انشالله یکی از چیزهایی که به اون پرد خواهیم پرداخت خیزان بیننده این معانی که تو از وجود داره چطور پی بردن به این معانی تفکر در این معانی و فهمیدن این معانی به خشوع در نماز ما کمک میکنه از سنت های نبوی اینه که ما زمانی که اذان رو میشنویم همراه با معزن الفاظ اذان رو تکرار بکن الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر تکرار میکنیم همراه با معزن تمام الفاظ رو مثل معزن تکرار میکنیم غیر از حی على الصلاة و حی على الفلاح که سنت ما بگیم لا حول ولا قوت الا بالله لا حول ولا قوت الا بالله چرا که زمانی که مؤذن ما رو به نماز فرا میخونه بشه به سمت نماز حیا علی الفلاح بشه تا به سوی رستگاری رستگاری نماز یعنی رستگاری قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون کیه که این توفیق رو به ما میده که ما بشه تا به سمت نماز ما بشه تا به سمت رستگاری دنیا و آخرت الله متعال برای اینه که زمانی که معزن میگه حی علی الصلاة حی علی الفلا سنت اینه که ما بگیم لا حول ولا قوت الا بالله لا حول هیچ تحولی هیچ تغییری ولا قوت و هیچ نیرو و توانی برای این تغییر وجود نداره مگر به توفیق الله هم توفیق این تغییر و هم نیرو و توان ایجاد اون نیرو و توان در ما برای این تغییر از سوی که؟ از سوی الله متعال از لا حوله ولا قوت الا بالله تکرار الفاظ از آن ایزان بیننده دعایی که دوباره بعد از ازان وجود داره اللهم رب هذه دعوت التام والصلاة القائمه آت محمد الوسيلة و وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته رسول الله صلی الله علیه هر کی این دعا را بگه بعد از نماز حلت له شفاعتی یوم القیامه از شفاعت من در روز قیامت برخوردار خواهد شد این کار رو گفتن ایزان بیننده الفاظ اذان رو با مؤذن تکرار کردن دیگه چی دیگه چی اموری برای آمادگی به نماز به ما کمک میکنه ایزان بیننده همونطور که الله متعال در سوره عراف میفرماده ازانو یا بنی آدم خود و زینتکم عند کل مسجد ای فرزندان آدم در هر عبادتگاهی یا ه... که میخواهید برید در مسجد میخواهید برید به عبادت وایستید در مساجد الهی زینتتون رو بگیرید با زینت برید با لباس خوب چطور ما زمانی که می در یک مجلس عروسی بریم یک مجلس جشن بریم یک حالا دید و بازی دی بریم خونه قومی خیشی دوستی خب رو نمیشه با لباس کهنه بریم رو نمیشه که اگه بدنمون بو میده با اون بویی که از بدنمون میاد در واقع با اون حالت بریم به ملاقات حالا بریم توی مجلس شرکت بکنیم بریم به عروسی بریم پیش دوستمون یا اگه یک انسان صاحب منصب و مقامی باشه بخوایم به ملاقاتش بریم همین اصلا به خودمون اجازه نمیدیم با این حالت بریم بلکه سعی میکنیم بهترین لباس رو بپوشیم با لباس شیک و تو خورده همان بکنیم دوش بگیریم به موهامون برسیم از عطر و خوشبویی استفاده بکنیم آیا الله رب ما از بیننده خالق ما رب العالمین اونی که خالق ما و تمام هستی و تمام کائنات اونی که این همه نعمت رو در اختیار ما قرار داد اونی که ما را به این دین هدایت کرده نعمت هدایت رو به ما داد نعمت قرآن رو به ما ما را با قرآن آشنا کرده ما را با پیامبرش آشنا کرده نعمت اسلام رو به ما داده آیا سزاوار نیست که ما با زینت با بهترین هیئت در حضورش حاضر بشیم یا بنی آدم خود و زینت کمنده کن تا برنامه بعد همه تونو به الله متعال می سپرم الله متعال یار و نگهدار همتون <applause>